تیر ماه گرم سال 67 به پایان خود نزدیک می شود که ناگهان اخبار نیمروزی خبر مهمی را اعلام می کند. من باز می گویم که قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است، ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم. می دانم که به شما سخت می گذرد، ولی مگر به پدر پیر شما سخت نمی گذرد؟ می دانم که شهادت شیرین تر از عسل در پیش شماست، مگر برای این خادمتان اینگونه نیست؟ ولی تحمل کنید که خدا با صابران است. ساعت 2 بعد از ظهر اخبار اعلان کرد و من به شدت متاسف شدم، یعنی احساس کردم که به هر حال امام رو وادار کردن به پذیرش این قطعنامه و این یک چیز خطرناکی ازش. من خودم موقعی که قطعنامه رو شنیدم بغض کردم، یعنی خیلی از دوستان بودیم در یه جایی که مثلا خیلی ها عشق هم دیگر رو نهیده بودیم، ولی تو اون جلسه عشق منو دیدن. خبر جامعه را شوکه می کند و طولی نمی کشد که تبدیل به تیتر اصلی روزنامه های داخلی و خبرگزاری های خارجی می شود. سقوط قیمت دلار و سکه اولین واکنش هیجانی اقتصاد ایران به این اتفاق است که نوید روزهای بهتر را می دهد. جز وزرای کشور و دفاع تلاش و زمزمه ها برای پایان جنگ به 3 سال قبل باز می‌گردد، زمانی که جمعی از نمایندگان مجلس دوم نام مجمع عقلا را برای خود برگزیدند و در تلاشند با مذاکره جنگ را به پایان برسانند. مجمع عقلا سعی داشتند جنگ را به شیوه دیپلماتیک به اتمام برسانند و دوران جدیدی در کشور ایجاد کنند که چرخ اقتصاد و معیشت مردم در آن بهتر بچرخد. دکتر حسن روحانی در مصاحبه با نشریه نسیم بیداری پیرامون مجمع عقلا میگوید ما از مجلس دوم تا پنجم جمعی با عنوان عقلای مجلس داشتیم. تعداد اعضا حدود 30 و چند نفر بود، اما خیلی خطی و جناحی نبود و هر دو جناح در آن عضو بودند. ابتدا هم در مجلس دوم به دلیل بررسی موضوع جنگ این جمع تشکیل شد. مجمع عقلا ترکیبی از نمایندگان اصلی کمیسیون دفاعی مجلس بود که در اون زمان آقای بیات زنجانی، آقای روحانی، اینها معتقد بودند که جنگ از طریق نظامی قابل پیگیری نیست و نمیتونه به سرانجام خوبی منجر بشه، ولذا ما باید به فکر اتمام جنگ باشیم با جریان دیپلماسی. وقتی خبرش جلساتی که در مجلس شورای اسلامی اتفاق میافتاد به جبهه ها کشیده شد، نوعی سردرگمی و سرخوردگی در بین فرماندهان و مدیران نظامی اتفاق افتاد. اصلا این کلمه عقلا مال آقای روحانی هستن، چون از اولش میگفت تو مملکت ما عقل کم داریم. امام گفت جمع کنید. آقای هاشمی گفت خب برین اینا رو جمع کنیم توی مجلس به صدا. بعد که فرمانده کل سپاه این جریان رو به حضرت امام اطلاع میدن که یک اتفاقی به نام مجمع عقلا در مجلس شورای اسلامی در حال نزش گرفتن و پا گرفتن هست، امام دستور تعطیلی این مجمع رو میدن و این جریان به حسب ظاهر تحت یک جریان سیاسی آرمدار به تعطیلی کشیده میشه، اما این جریان فکری کاملا روند خودش رو شروع کرده، ادامه پیدا کرد و تا پایان جنگ تحمیلی که پذیرش قطعنامه 598 بود به طرق مختلف خودنمایی کرد و کار خودش رو انجام داد. مجلس دوم به پایان رسیده بود، اما ایده پایان دادن دیپلماتیک به جنگ همچنان در میان برخی از مسئولین طرفدار داشت. رگه‌های فکری مجمع عقلا در سومین مجلس شورای اسلامی نیز دیده می شد. تفکر ناتوانی کشور در ادامه جنگ و تلاش برای اتمام آن
کم کم در حال گسترده شدن بود تا اینکه اواخر تیر ماه 66 شورای امنیت سازمان ملل برای اولین بار قطعنامه‌ای را صادر کرد که زمینه قوت گرفتن ایده صلح و اتمام فوری جنگ را فراهم می‌ساخت. قطعنامه 598. قطعنامه‌ای که رسما به نفع رژیم بعث عراق بود و به سرعت مورد موافقت دولت صدام قرار گرفت. اما در ایران رهبری سه شرط را برای پذیرش آن مطرح کرده است. شروطی که عبارتند از تعیین متجاوز و پرداخت خسارت به ایران، عقب نشینی و خروج از بخش‌های اشغال شده خاک ایران، آزادی اسرا. تا 598 هیچ وقت از عقب نشینی به مرزهای بین المللی صحبت نمی شد. می گفتن آتش بس کنید، در حالی که ایران، عراق در خاک ایران بود. حاصل نشدن این شروط باعث می شود قطعنامه مورد موافقت ایران قرار نگیرد. این در حالی است که برخلاف نظر اوغلا جنگ چندان هم در بنبست نیست، چرا که از اواخر سال 64 با فتح فاو توسط رزمندگان توازن جنگ تا حدی به نفع ایران تغییر کرده و بخش مهمی از خاک عراق در اختیار ایران قرار گرفته است. از طرفی صادرات نفت عراق از طریق خلیج فارس قطع شده و فشار اقتصادی قابل توجهی به رژیم بعث وارد می شود. فتح فاو و امید برخی فرماندهان جنگ برای تصرف بصره که فاصله چندانی با فاو نداشت و می توانست دست برتر ایران در مذاکره برای صلح را حفظ کند، از یک سو، و عدم تحقق خواسته های ایران در قطعنامه 598 باعث شد جنگ همچنان تا سال 66 ادامه یابد. نیمه دوم سال 66 معادلات جنگ تغییر می کند. آمریکا پس از رسوای مذاکرات مکفارلین که مخفیانه چراغ سبز مذاکره و تامین سلاح را به برخی مسئولین ایران نشان داده بود، برای اعاده حیثیت از خود در مقابل متحدینش در منطقه رسما وارد جنگ با ایران در خلیج فارس می شود و جنگ نفتکش ها را رقم می زند. سکوهای ما رو در خلیج فارس دادن، سکوهای نفتی ما رو در خلیج فارس دادن و و و اینا هم تمامش علی رغم این بود که ما در قرارداد که با امریکا امضا کردیم در الجزایر برای آزادی گروگان ها اولین بندش عدم دخالت، اونا قبول کردن که دیگه در امور داخل ایران دخالت نکنن، ولی همه این کارا رو کردن. تو جنگ اطلاعات دادن، به صدام جنگ و پشتیبانی کردن، سلاح شیمیایی دادن، استفاده از امکانات استفاده از زدن شهرها رو دادن. علاوه بر اینها دولت حاکم هم درگیر اختلافات سیاسی و سلیقه‌ای شده است. آقای مهندس موسوی سلمه الله رفت پرو حضرت امام، گفت که دو جا رو باید بدید به خودم اگه میخواین من نخست وزیر بمونم، یکی نفته، یکی وزارت کشوره. امام منو خواستن، گفتن اختلافت با موسوی چیه؟ گفتم من میگم که یه بشکه نفت بخوای اضافه بفروشی قیمت میفته، اینا میخوان بیشتر بفروشن قیمت میفته. سه ربع ساعت من با امام صحبت کردم، بعد پیشون عرض کردم آقا کشور مال شماست، شما هر تصمیم گرفتیم گرفتیم. بعد اومدم بیرون، من از کابینه رونده شدم رفتم، آقایون اومدن اعلام کردن دوستانشون که ما روزی 13 میلیون بشکه نفت تولید میکنیم، قیمت اومد 5 دلار. سه جلسه دولت از صبح تا 4 بعد از ظهر با حضور آقایاش، آقای موسوی اردبیلی، آقای مهندس موسوی، آقای ناطق، اینا تشکیل شده. من هر چی فریاد زدم که این کارا نکنید، گفتن نه، زیر سر خودشونه. این در حالی است که از اوایل سال 67 فشارهای رژیم بعث بر ایران افزایش یافته و جنگ شهرها دوباره آغاز شده است.
دولت صدام با حمله وسیع موفق می شود فاو را پس از 2.5 سال مجدداً تصرف کرده و جزایر فتح شده توسط ایران را هم پس بگیرد. بخش‌های مهمی از غرب و جنوب غرب کشور نیز به اشغال عراق درآمده و موازنه جنگ در حال بازگشت به سالهای ابتدایی است. دولت که مسئولیت اداره جنگ را بر عهده گرفته موفق عمل نمی‌کند و تمام موفقیت‌های گذشته ظرف مدت کوتاه 3 ماهه‌ای در حال از دست رفتن است. کمک دولت به جنگ از طریق بودجه 16.7% بودجه بیشتر نبود، اینا بدونید. یعنی جنگو بیشتر مردم اداره می‌کردن. من اینو با محاسبه دقیق عرض می‌کنم. 16.7% بودجه در اون سالا سراغ جنگ می‌رفت. البته امکانات کشور بیشتر می‌رفت. امکانات ملی بیشتر اختصاص داده می‌شد. از داوطلبی گرفته تا کامیونایی که می‌بردن، جنس مجانی می‌بردن جبهه. اینها میتونستن بیشتر از این کمک بکنن. نمیگیم کمک نمی‌کردن. من میگم که به اصطلاح اگر بریم حساب بکنیم، شاید مثلا تا 20% هم اینها کمک می‌کردن. اما این آیا واقعا تو زمان جنگ 20% باید باشه؟ تو زمان طاغوت شما برین سوابق رو نگاه کنین، تا 28% بودجه مال نیروهای مسلح بوده، بودجه کل کشور. خب این چطور میشه که مثلا ما مثلا تو زمان جنگی که همه دشمن بسیج شده بر علیه ما، حالا مثلا ما بگیم که مثلا بله همه کمک، خب اگه کمک کرده بودن، ما یه سری چیزای جزئی می‌خواستیم. یه جلسه بود تو استانداری تهران، از من دعوت کردن به عنوان سخنران و گفتن سخنران اصلی تو هست. وقتی رفتم اونجا دیدم فکر نمی‌کردم جلسه در این حجم باشه. تقریبا یا همه یا اکثر نمایندگان تهران، همه و چند نفر، 7-8 نفر از وزرا هستن. گفتم که من متاسفم که در این دنیا فقط 2 نفر به شعار از مسئولین غیر جنگ، 2 نفر به شعار جنگ جنگ تا پیروزی معتقده، یکی امامه، یکی صدام. که حتی مورد اعتراض بزرگان و محاکمه من قرار گرفت که من توضیح دادم، گفتم که من برای جنگ میخواستم 1000 تا توالت صحرایی بسازم. توالت صحرایی 4 تا نبشیه، 4 تا پلیت آلومینیومی، این میشه توالت صحرایی. به وزارت صنایع پیشنهاد کردم آقا اینو یه جا برای ما بسازیم بدین، گفتن دونه 75,000 تومان. من خودم آهن و پلیت ریختم کنار جاده کرج، با دونه 7,000 تومان ساختم. این همکاری شما دولتی ها با جنگه و این نمونه ها اون تو اون جلسه زیاد مطرح کرده. هاشمی رفسنجانی به عنوان فرمانده جنگ نامه هایی از فرمانده سپاه، نخست وزیر و مسئولین اقتصادی کشور به رهبر انقلاب ارائه داده که در آنها اعلام شده توان تامین پول و امکانات جنگ را نداریم. سید محمد خاتمی مسئول تبلیغات جنگ هم از عدم اشتیاق مردم برای حضور در جبهه ها آمار داده است. تا جایی که رهبر انقلاب در نامه محرمانه 25 تیر 67 می نویسد، در نامه فرمانده سپاه که در تاریخ 2 تیر 67 نگاشته است، فرمانده مزبور نوشته است تا 5 سال دیگر ما هیچ پیروزی نداریم. این فرمانده مهمترین قسمت موفقیت طرح خود را تهیه به موقع بودجه و امکانات دانسته و آورده است که بعید به نظر می رسد دولت و ستاد فرماندهی کل قوا بتوانند به تعهد خود عمل کنند. البته با ذکر این مطالب می گوید باید باز هم جنگید که این دیگر شعاری بیش نیست. آقای نخست وزیر از قول وزرای اقتصاد و بودجه وضع مالی نظام را زیر صفر اعلام کردند. مسئولین سیاسی میگویند از آنجا که مردم فهمیدند پیروزی سریع به دست نمی آید، شوق رفتن به جبهه در آنها کم شده است. شرکای جهانی و رژیم بعث نیز زیرکانه مشغول سناریوی خود هستند. یک سیستم
ابرقدرت‌های جهانی با هم تفاهم میکنن که به شما فشار بیارن و شما تحت فشار یه چیزایی رو بپذیرید. اون چیزی که من حس کردم این بود، اینو گزارش کردم به کشور و انتظار داشتم کشور خیلی زود نسبت به این حساسیت نشون بده و متاسفانه دیدم حساسیت نشون ندادن. من پیگیری کردم که چطور به موضوع توجه نمیکنید، یعنی خبر داده بودم که داره اجماع حاصل میشه، چطور به موضوع توجه نمیکنید؟ از من تقدیر کردن فقط که باری که احسن شما خوب کار کردید. منم دیگه خیالم راحت شد که حواس آقایون هست و دیگه مشکلی نیست. اما بعد از مدتی دیدم سراسیمه از همون واحد بین الملل اومدم مسکو که 598 داره تصویب میشه و از وزیر خارجه شوروی درخواست کردن که بندهای 598 باید اصلاح بشه و وزیر خارجه شوروی آقای شوارنازه بودن اون موقع، بهشون گفتن که نکات خوبی دارید میگید اما قطار رفته، شما دیر اومدید. ظاهرا آنقدر که تمایل برای مذاکره و تنش زدایی وجود دارد، دانش و تسلط لازم برای مذاکره نیست. زمان از دست رفته و خواسته های ایران در قطعنامه نیست. رهبر انقلاب نیز همچنان بر مواضع ضد استکباری کشور تاکید دارد. آقای موسوی اردبیلی برای من تعریف میکرد، میگفتش که ما رفتیم خدمت مرحوم امام و همین دو هفته سه هفته قبل از پذیرش قطعنامه و در اونجا جنبندی ما به اینجا رسیده بودش که جنگ باید متوقف بشه و در اونجا میگفتش که گفتیم که کی این حرف رو مطرح کنه، گفتیم آقای هاشمی مطرح کنه چون آقای هاشمی پرروتر از بقیه بود برای بیان مطالب در حضور امام و بقیه هم بعد حمایت بکنم. گفت وقتی که آقای هاشمی مطرح کرد در مورد ضرورت خاتمه جنگ، امام عصبانی شد و گفتش که این حرفا چیه شما میزنید، مردم دارن خون میدن. امام در پیام 13 تیر ماه 67 به مناسبت سقوط هواپیمای مسافربری ایران توسط ناو آمریکایی نیز موضعش را محکم تکرار می‌کند. مسئولین نظام باید تمامی هم خود را در خدمت جنگ صرف کنند. این روزها باید تلاش کنیم تا تحولی عظیم در تمامی مسائلی که مربوط به جنگ است به وجود آوریم. غفلت از مسائل جنگ خیانت به رسول الله است. این جانب جان ناقابل خود را به رزمندگان صحنه‌های نبرد تقدیم می‌نمایم. اما این مواضع رهبری الزاماً مورد قبول همه مسئولین کشور نیست. فرمانده‌ها نیز در مورد امکان ادامه جنگ اختلاف نظر جدی با هم دارند. فرمانده جنگ نزد امام می رود. چند روز بعد اخبار پیام غیر منتظری پخش می کند. رهبری که در هیچ شرایطی حاضر نبود از اصول انقلاب و منافع کشور کوتاه بیاید، حالا در شرایطی حاضر به پذیرش قطعنامه می شود که سه شرط اصلی وی برای پذیرش پایان جنگ محقق نشده است. امام نامه را خطاب به وزیر خارجه نوشته و در آن به دلایل پذیرش قطعنامه اشاره می کند. اثرات عشق امام بر دست نوشتش آنقدر زیاد است که کاغذ نامه را چروکیده کرده است. امام دنبال صلح هم، ما دنبال صلحیم، تصمیم گرفتیم. حالا دلیلش چیه؟ بعضی هاشو شما ها میدونید، بعضی هاشو نمیدونید و هنوز هم نمیتونیم همه چیزی بگیم و یک فرمانده نظامی، یک عنصر نظامی این حقیقت رو باید بپذیره که همیشه همه چیز برای گفتن جامعه مصلحت نیست. حالا به تعبیر عده زمان عقلانیت برای مدیریت و اداره کشور فرا رسیده است و
برخی رجال سیاسی و مردم امید دارند فصل بهبودها و رونق اقتصادی فرا برسد. مردان مذاکره و مسئولین وزارت خارجه امید دارند رژیم بعث و شورای امنیت سازمان ملل به اجرایی شدن قطعنامه پایبند باشند و آتش بس دائمی شود. اما در طرف مقابل عراقی ها و سازمان منافقین با این استدلال که ایران از سر ناچاری حاضر به پذیرش صلح شده است شرایط را برای اشغال ایران و سقوط جمهوری اسلامی فراهم می‌بینند. منافقین با پشتیبانی ارتش بعث اسلام آباد غرب را اشغال کرده و با کشتار وسیع مردم تا نزدیکی کرمانشاه پیش می‌آیند. در جنوب غرب نیز خطر سقوط خرمشهر باز جدی شده است. اما برخلاف نظر اوغلا مردم چندان هم خسته از جنگ نیستند. اخیراً که باز حمله کرد عراق و قصد تصرف خرمشهر رو داشت با نیروی بسیار زیادی از محورهای مختلف حمله کرده بود برای فتح خرمشهر. باز این اعلام شد مردم دشمن حمله کرده و قصد تصرف خرمشهر رو داره. یک بسیج عمومی در همه شهرها به وجود اومد که شاید از ابتدای جنگ تا به حال سابقه نداشت. اینقدر استقبال مردم و داوطلب شدن برای جبهه ها. به هر حال ایران در تابستان 67 قطعنامه را میپذیرد بدون آنکه شروط سگانه رهبری در آن محقق شده باشد. جنگ رسما در مرداد ماه 67 به پایان میرسد بدون آنکه متجاوز رسما توسط سازمان ملل مشخص شود و اسرای ایرانی آزاد شوند. ایران به غرامت خسارت‌های خود در جنگ برسد و عراق از بخش‌های اشغالی کشور بیرون برود. یکی از مشکلات کشورمون اینه که کشورمون در قبال مسائل اساسی موقعش اقدام نمی‌کنه. دیر اقدام می‌کنه. وقتی به اضطرار میرسه اقدام میکنه. یعنی ما در جنگ وقتی برتری داشتیم وارد عملیات میشدیم، همین عملیات 598 همون موقع که من به کشور گزارش کرده میشدیم دست پرتر میمدیم از فرمول 598 بیرون. نکردیم. وقتی که فشار زیاد شد، موشک باران شد، موشک به تهران اومد، صدام تهدید کرد که حتی ممکنه که کلک شیمیایی سر موشکایی که به تهران میزنه بذاره و هزار جور از این مسائل، وقتی همه اینا پیش اومد دیگه ما در واقع 598 قبول کرد. ما فرصت‌های طلایی رو در زمان خودش از دست میدیم. وقتی اضطرار پیدا میکنیم اون وقتی میریم تو کار سیاسی که یه کاری بکنیم و دیگه مثلا موضوع رو جمع و جورش کنیم. در مورد جنگ همین جور شد. پس انتقاد ما به آقایی که در معرض خودش رو در معرض اصلی جنگ میدونه و در حد فرماندهی جنگ میدونه همینه. چرا شما در زمان لازم در اون موقعیت بهتر با یک به اصطلاح اقدام سیاسی قوی تر وارد صحنه نشود و موقع استقرار یه عده عملا اون استقرار رو به ایران ایجاد کردن، تحمیل کردن. یعنی جام زهری که در واقع حضرت امام ازش تعبیر کردن اینجا مدتی جامش ساخته شد، بعد مدتی که جامش ساخته شد آخرین لحظه زهر هم توش ریخته شد. یه عده در حال معماری جام زهر بودن. بحث سر اینه. پایان جنگ از طریق مذاکره ایده‌ای بود که مجمع اوغلا چند سال پیش در مجلسی که ریاستش با هاشمی رفسنجانی بود مطرح کرد و بالاخره در تابستان سال 67 به نتیجه رسید. اما نتیجه نه چندان قوی و محکم، چرا که قطعنامه الزام آور نیست و به دلیل ضعف حقوقی در مفاد آن یک طرف میتواند به تعهدات خود عمل نکند بدون اینکه هیچ توبیخ بین المللی برایش اتفاق بیفتد. پرداخت خسارت از ناحیه متجاوز به ما گنجانده نشده در این قطعنامه. فقط گفته شده یه هیئتی از جانب سازمان ملل بیاد خسارات دو کشور رو بررسی کنه، بگه دو کشور چقدر خسارت دیدن. جالبه هر دو کشور، یعنی هم متجاوز هم اون کشوری که بهش تجاوز شده، فقط برآورد خسارات بکنن، بعد از محل کمک‌های بین المللی به دو کشور کمک بشه. ببینید تو رو خدا اصلا هیچ بحث پرداخت غرامات نیست که متجاوز باید غرامت بده. توی قطعنامه 598 هیچ تضمین قطعی برای خاتمه جنگ و عدم تکرار تجاوز طرف متجاوز درش وجود
نداشت. کما اینکه دیدیم وقتی ما قطعنامه رو پذیرفتیم، سه روز بعدش دوباره عراق به ما حمله کرد. اغلب بندهای این قطعنامه به نفع صدام بود و به زیان جمهوری اسلامی ایران. به همین دلیل هم بود که نه امام میپذیرفت نه مسئولین اصلی دیگر. ما الان میدونیم که تو ۵۹ ما امکان این که در واقع خسارت بگیریم به طور جدی نتونستیم پیدا کنیم دیگه، برای همین تا الان نگرفتیم دیگه. چون اصلا اون موقع میتونستیم ایجاد بکنیم. همین بندایی که همون موقع به آقای شوارنازه گفتید که بهترین بندا اینجوری اصلاح بشه یا اونجوری، خب اینا رو قبلش میتونستیم انجام بدیم. چون خود طرف مقابلم گفت نکات خوبیه، ولی دیر شده. ۵۹ به جنگ خاتمه داد، ولی در شرایط بسیار نامناسب به ضرر ایران. ما هیچ وقت از عراق غرامت جنگ نگرفتیم. در حالی که کویت از عراق به خاطر حمله به کویت غرامت گرفت، غرامت خوبی هم گرفته. اما ایران نگرفت. به خاطر همین سیاست‌های نسنجیده باری برجهت. هیئت ایرانی گمان می‌کردند امضای دبیرکل سازمان ملل و رئیس دوره‌ای شورای امنیت تضمین اجرای این قطعنامه خواهد بود. اما گذر زمان واقعیت دیگری را نشان داد. ۱۰ ماه پس از پایان جنگ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ امام خمینی چشم از جهان فرو بست. اعلام میکنم که بله، من آماده هستم برای ریاست جمهوری که نامزدیم رو دیگه اعلام میکنم. بدیهی است که این رأی و تنفیذ تا زمانی است که ایشان در همین صراط مستقیم. حالا فرمانده جنگ به ریاست جمهوری رسیده. معاون فرمانده جنگ به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی و نائب رئیسی مجلس رسیده و جمعی دیگر از اعضای مجمع اوغلا در دولت و مجلس سمت‌های مهمی را کسب کردند. یه دید خیلی ساده ایشون داشتن که خب مقام معظم رهبری میشن رهبر، ایشون بیشتر علاقه چیزهای فرهنگی و اینها هستش، حالا تو این چیزهای فرهنگی هم ایشون باشن اینا، عملاً مملکت رو من دیگه اداره خواهم کرد، من میشم رئیس جمهور، بنابراین من میرم به سمت اقتصاد باز، من میرم به سمت تنیزدائی، حالا فعلا با آمریکا نه ولی با عربستان، با اتحادیه اروپا، بعد یواش یواش با خود آمریکا. دولت معتقد است که هرچه سریعتر باید بازسازی ویرانه های جنگ را آغاز کرد و شرط لازم برای این کار وجود سرمایه گذاری خارجی است. به همین دلیل باید با آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان قطب‌های اقتصاد وارد مذاکره شد و فرایند تنیس‌زدایی و اعتمادسازی را آغاز کرد. اون کسانی که معتقد بودن نمیشه با یک بدون بستن با یکی از خدا زندگی کرد، اونا انگار پیروز شد. لذا بعد ۵۹ اون تفکر در کشور رشد کرد که بالاخره باید با یکی از خدا ببندیم. بعد ۵۹ تمام اون کسایی که تفکر حفظ مواضع ملی و مستقل ایران رو داشتن و زیر بار هیچ کت خدایی رفتن رو معتقد بودن منزوی شدن، و اونایی که طرفداری بودن که بالاخره ما باید با یک کت خدایی ببندیم رو اومدن. یعنی انگار ۵۹ و پذیرش پایان به اصطلاح ۵۹ انگار معنای این بود که این دیدگاه پیروز شده، اون دیدگاه شکست خورده، برای همین این دیدگاه رو اومد که بله باید بالاخره با یک کت خدا بس. بعد هم دیگه واضح بود دیگه، خب کت خدا اصلی هم همون موقع که دو ابر قدرت بودن، ولی طبیعی بود که کت خدای اصلی غرب و آمریکاست. لذا این تفکر در واقع برتری پیدا کرد بعد ۵۹. دولت پیش از مذاکره با کت خدا، مذاکره برای گرفتن غرامت جنگ را از مرداد ۶۷ آغاز کرده، اما به دلیل خواسته های غیر معقول و بهانه های مختلف تیم عراقی به سرانجامی نرسیده است. رژیم بعث خود را متجاوز نمی داند و حاضر به پرداخت غرامت نیست. مذاکرات پس از دو سال طولانی و بی نتیجه شده است. دیپلمات‌های ایرانی هنگام مذاکره برای اصلاح قطعنامه ۵۹۸ تضمین قابل اطمینانی از مجامع بین‌المللی نگرفتند.
بر همین اساس علارغم متجاوز شناخته شدن لفظی صدام توسط پرنس دکویار دبیرکل سازمان ملل، آن هم در آخرین روز مسئولیت وی در این سمت، ایران هرگز موفق به دریافت خسارت‌های تحمیلی جنگ نمی‌شود. دولت مایوس از محقق شدن بندهای قطعنامه 598 همچنان به دنبال عادی سازی روابط با غرب است. این بار پیکو معاون دبیرکل سازمان ملل پیشنهاد جدیدی برای ایران می آورد. او وعده می دهد که ایران واسطه آزادی گروگانهای آمریکایی در لبنان شود تا در مقابل پولهای بلوکه شده ایران در آمریکا پس از یک دهه آزاد شود. چند سال قبل در سالهای 64 و 65 هم اولین بار مذاکره مخفیانه ایران و آمریکا دقیقاً با همین بهانه آغاز شد. تبادل پول و سلاح در مقابل آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان. ولی مذاکرات به شکست رسیده بود. اما حالا گویا شرایط تغییر کرده است. رایزنی‌های فشرده ادامه می‌یابد و پیکو به عنوان یک میانجی بین ایران و آمریکا متحد می‌شود که اگر گروگان‌ها در لبنان آزاد شوند، ایران هم به خواسته خود خواهد رسید. اما نظر رهبر انقلاب در مورد این مذاکرات با دولت یکسان نیست. ما بارها گفتیم اولین دولتی که در لبنان از او گروگان گرفتن ما بودیم. کاردار ما رو همین فالانج هایی که مورد حمایت آمریکان گروگان گرفتن. ما گروگانگیرها رو از قبیل فالانج ها، از قبیل اسرائیل، از قبیل آمریکا که پشتیبان اینهاست به شدت محکوم میکنیم. از همه گروگانگیرها بدتر و خبیستر اسرائیله که دست نشونده شماست، دست آموز شماست. برای ملت ایران چیزی از این خنده آورتر و مسخره تر نیست که این آمریکا بیاد ادعا کنه مذاکره با ملت ایران رو و شرط قرار بده برای مذاکره با ملت ایران. ما به شرطی با ایران روابطمون رو برقرار میکنیم که چنین بشه و چنان بشه. سرانجام با انجام مذاکرات طولانی و بیش از 2 سال رایزنی، گروگانهای آمریکایی در لبنان آزاد میشوند. پیکو به تهران سفر می کند تا خبر مهمی را به هاشمی بگوید. پیکو در اتاقی که تنها او، مترجم و هاشمی حضور دارند، با لحنی مایوس کننده می گوید که آمریکایی‌ها حاضر به آزادسازی پول‌های ایران نیستند و ایران را هم در گروگانگیری مسئول می دانند، چرا که با گروگانگیرها در ارتباط بوده. طبق خاطرات پیکو، هاشمی به سکوتی عمیق فرو می رود و از او می خواهد سریع‌تر ایران را ترک کند. مرداد ماه 1369 صدام به کویت حمله می کند و چون در جنگ با ایران هزینه های فراوانی متحمل شده، دست به قارت بانک مرکزی کویت می زند. چشم طمع به چاهای نفتی این کشور هم دارد. اما برای اینکه خیالش از همسایه شرقی خود یعنی ایران راحت شود، حاضر می شود از بخش های اشغالی خاک ایران خارج شود و اسرای ایرانی را هم آزاد کند. دولت ایران به بخش از خواسته های خود در قطعنامه 598 رسیده است. اما دولت صدام همچنان نمیپذیرد تجاوزگر بوده و حاضر به پرداخت غرامت و جبران خسارت های ایران نمی شود. دولت به ایده های جدیدی روی می آورد. با هدف گره زدن منافع آمریکا با وضعیت کشور تلاش می کند پای شرکت های نفتی آمریکایی را به ایران باز کند.
قرارداد کنوکو بناست این هدف را محقق کند. I think that's rather significant and a significant finding for a report which is prepared by Democratic senators. These Democratic senators. اما نه تنها دولت آمریکا روی خوشی به این چراغ سبزهای دولت سازندگی نشان نمی‌دهد، بلکه تحریم‌های پیشنهادی داماتو توسط بیل کلینتون علیه ایران امضا می‌شود. Iran and Libya sanctions bill I signed today will help to deny those countries the money they need. دولت با توجیه تامین سرمایه و منابع مالی برای بازسازی‌های جنگ به استقراض خارجی و عمل به نسخه‌های بانک جهانی روی می‌آورد. اما ظاهراً بنا نیست تمام عواید این اقدام صرف بازسازی شود. رفاه رو از رونق تولید که باید یه وقفه‌ای داشته باشه که این وقفه ریاضته دنبال نکردیم. گفتیم رفاه بره بالا از طریق چی؟ رفاه موقت، کازه و طریق قرض. در طرح مارشال در اروپا، آلمانی که تخریب شدید شده بود، این دلارای آمریکایی آمد تو صحنه، ایتالیا جای دیگه، بعدن اینا رشد پیدا کردن. اینا آلمان در سال 1945 با خاک یکسان شده بود، سال 49-50 کارخانجات فولکس واگنش شروع کرد به صادرات فولکس واگن. فولادش چه شد؟ بعد همه گفتن آقا دیدید این تزریق دلار آمریکایی بود. این مدل که به خورد داده شد که به ما هم داشتن میگفت به خورد ما میدادن، در آمریکای لاتین هم اجرا شد. یعنی خیلی از کشورها تو دهه 60 رفتن استقراض کردن. در اینجا این کشور آلمان اومد بالا، در کشورهای آمریکای لاتین بحران بدهی شد. یعنی که در آلمان نیروی کار ماهر داشت، زیرساختای بنیادیش میشه ریل، راهن، تجهیزات، بنادر اینا داشت. منتها یه خسارتای مثلا جنراتورش خورده بود یا با لوکوموتیوش خورده بود، اینا با جاسازی سریع میشد. نیروی کار داشت، تخصص داشت، طبیعت خوبی داشت، غیره. این پول اومد فقط تنگنای چی رو پر کرد؟ تنگنای پول رو پر کرد، بقیه عوامل رشد و توسعهشون بود. در آمریکای لاتین این پول رفت صرف مواد به صدا وارداتی برای بقای یک رئیس جمهور در حزب و انتخابات شد. تولید ازش در نیامد، شدش چی؟ بحران بدهی. ما تو ایران تلقی رفاه در ابتدا، یعنی به جایی که اول، یعنی اون 4 سال 5 سال در ژاپن یه وعده برنج برای که کار کنن دستمزدشون بود، غذا بگیرن. ما در اینجا در ابتدا به این دوره که باید رونق اقتصادیمون از طریق رفع موانع از سر راه تولید و شکوفایی اونا باشه نبود، فکر میکردیم با پول و استقراض چیکار میکنیم، با اصطلاح ادغام و ارتباط با خارجی و همون ابتدا ما مناطق آزاد رو زدیم در ایران که فریزون، یعنی اجازه آزاد ورود خارجی باشه، و فکر کردیم سرمایه میاره، تکنولوژی میاره و نمیدونم اشتغال ایجاد میکنه، بعد صادرات میکنیم، بعد معلوم شد سرابه. در سال 1370 حجم واردات کشور به بیش از 30 میلیارد دلار رسیده. چرخ اقتصاد خوب نمیچرخد و مدیران دولت به سوژه های همیشگی هفته نامه گل‌آقا بدل شده اند. اماده که دولت در این 4 سال نکرده نشده بود چه اتفاقی می افتاد؟ وضع تورم چطور بود؟ وضع تولید چطور بود؟ وضع نقدینگی چطور بود؟ کسر بودجه چطور بود؟ برخلاف اونهایی که فکر می کنن در این مقطع ما بایستی قیمت ها را به حال خود رها کنیم، من معتقدم که بایستی دولت با نظارت بیشتر و تقویت سیستم‌های کنترل اجازه نده که عده‌ای قیمت‌ها را به صورت کاذب افزایش بدن و این افزایش قیمت‌ها به مردم فشار بیاره. ایران اسلامی به استقلال همه جانبه و آبادانی میرسه اگه دولت کارآمد، کم خرج و کم خرج بشه، همه وزیران با تدبیر، دلسوز محرومان، کفرستیز و معتقد به کارایی همه جانبه اسلام باشن، مردم در جریان مسائل کشور قرار بگیرن و در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها شریک باشن. با تمام اینها هاشمی برای بار دوم و در انتخابات ریاست جمهوری 21 خرداد 72 حائز بیشترین رأی می شود.
با این تفاوت که رقیب جدی هاشمی یعنی احمد توکلی موفق می شود رأی 4 میلیونی مردم را فراتر از انتظار به خود جلب کند. ریزش نزدیک به 5 میلیون رأی تنها متوجه آرای هاشمی نیست، بلکه در کل انتخابات نیز نمایانگر است. مشارکت 50% مردم در این انتخابات هیچگاه در دوره‌های قبل و بعد تکرار نشد و نشان از نارضایتی عمیق جامعه داشت. نشسته بودیم توی اتاق، یه بچه کوچولویی داریم، نوه منه، دیدم رفته رو بالکن داره لب بون راه میره که الان میخواد بیفته پایین، خیلی خطرناک بود. گفتم آوردن نصیحتش کردم، گفتم اینجور نرو میفتی چی میشه، خون میشه، آمپول میخوری، هرچی از این چیزا گفتیم دونه نه اصرار داره بره. فشار زدیم، تهدیدش کردیم، دید ما جدی هستیم، یقدر فکر کرد و رنجید رفت از پیش من. رفته بود اون طرف مادرشو پیدا کرده بود، گفته بود بیاد بریم، من میخوام به دکتر جاسبی رای بدم. این چیزی که میخوام عرض بکنم نه از این جهتی که بگم حالا اونایی که رأی دادن بچه هم، از جهت عاطفه رو میخوام عرض بکنم. یعنی بچه انسان هم وقتی که عصبانی میشه اینجور عکس العمل نشون میده. ما دوستان انقلابمون کسانی هستن مثل همینا و ما رابطه دارن، وقتی که چیزی از ما نمیپسندن یا میخوان رأی هم بدن، مسلمونم هستن، متعهدم هستن، میرن اینجوری رأی بدن. اما همه اینها باعث نمی شود دولت راه و روش خود را تغییر دهد. من تو انتخابات محور انتخابم به دولت همینا بود، یعنی که عرض می کنم یعنی عدالت خواهی، مردم گرایی، عقل گرایی، مخالفت با واسه سالاری که شروع شده بود. فرض که اطرافیان خاصی می آوردن سر کار، فامیلاش می آوردن سر کار بدون اینکه صلاحیت داشته باشن. اون زمینه فکری، اون زمینه رفتاری اونجا شد که اینکه الگوهای متناسب سرمایه‌داری که با اینا تناسب داره راحت پذیرفته بشه و مثل وحی می‌دونستن، علم می‌دونستن. ما می‌گفتیم علم فقط این حرفا نمی‌زنه، حرفای دیگه هم می‌زنه. بنابراین من فکر می‌کنم که روحیه منش آسایش طلبی و رفاه طلبی خیلی مؤثر بود. در شرایط نامطلوب اقتصادی مردم با کمبود دارو و کالا دست و پنجه نرم می‌کنند. در سال 73 با افزایش نقدینگی نرخ تورم به حدود 50% رسیده است و موج گرانی کشور را در می‌نوردد. یادگار امام که یکی از منتقدین جدی عملکرد دولت شده صراحتاً این رویه را مورد عتاب قرار می‌دهد و همچنین از تجمل گرایی دولت انتقادات تندی می کند. متاسفانه تجمل، زیبایی پرستی، رفاه زدگی، افراد در میهمانی های آنچنانی به حدی است که اگر بخواهیم به سالهای قبل از فوت امام برسیم کار بس مشکلی در پیش داریم. شما سری به وزارتخانه ها بزنید، گلدانهای گلهای زینتی که از مال مردم فقیر تهیه می شود را ببینید، میز و صندلی ها دیگر میز و صندلی های اول انقلاب نیست، سفره ها دیگر آن سفره ها نیست، ریخت و پاشا به قدری است که دل هر کسی را به درد می آورد. اینها همه برای این است که شعارهای انقلاب را جدی نگرفته ایم. علاوه بر ناکامی دولت در تحقق شعارهایی که نوید دوره جدید در اقتصاد و معیشت را داده بود، حالا نه تنها چرخ زندگی مردم نمی چرخد، بلکه فساد و ناکارآمدی هم مردم را آزار می دهد. سید احمد خمینی در آخرین مصاحبه مطبوعاتی زمان حیات خود سیاست‌های دولت را اینطور نقد می کند: ما نباید همه ندانم کاری ها و مشکلاتمان را به گردن آمریکا بیاندازیم و از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنیم.
آیا آمریکا به ما گفت که دور دنیا راه بیفتیم و از هر کشور دولتی که سر راهمان بود چند صد میلیون و چندین میلیارد دلار وام بگیریم و مملکت را زیر بار استقراض خارجی ببریم؟ آیا در اختلاس کلانی هم که توسط گروهی از افراد قدر قدرت و صاحب نام از بانک صادرات صورت می گیرد و 123 میلیارد تومان سوء استفاده مالی می شود نیز آمریکا دخالت دارد؟ ظاهراً همه نبوغ و زیرکی و سیاست آقایان هم متوجه برخورد با مردم و داخل مملکت هست. زمان می گذرد و روزها برای دولت به سرعت در حال سپری شدن است. رقم سرسام‌آور تعهدات و بدهی‌های مالی بیش از هر زمان دیگری بر شانه‌های مردم و اقشار آسیب پذیر جامعه افتاده. تورم 49%، گرانی، احساس تبعیض و فاصله طبقاتی تنش را در جامعه حالا برده است. سوت آقای ابهرام، دیوس توی دروازه نگود پیروزی آورده، یک ضربه سر توی دروازه گل. تماشاچیان حاضر که بالغ بر 120 هزار تماشاچی هستن. دربی ناتمام دیماه سال گذشته نمودی از شرایط این روزهای جامعه ایران است. دقیقه 88 بازی درگیری بازیکنان دو تیم و هواداران آنها آنقدر بالا میگیرد که ادامه اندک زمان باقی مانده بازی امکان پذیر نیست. مردم در شهرهای مختلف نظیر مشهد، عراق، مبارکه، چهاردانگه تهران، شیراز و قزوین آنقدر تحت فشار هستند که دیگر طاقت باقی مانده زمان دولت را هم ندارند و علیه سیاستهایش تظاهرات می کنند. نارضایتی اجتماعی تعجب‌آور نبود، برای اینکه ما به مردم وعده می دادیم که زندگیتون رو گلستان می کنیم. مردم هم انقلاب کرده بودند، یعنی پرخاش انقلابی یه عادت ملی شده بود. با یک بهانه‌ای که اتفاق می‌افتاد که ضربه روی به مردم می‌خورد شروع می‌شد. در مشهد اتفاق افتاد، در عراق اتفاق افتاد، در باقرآباد تهران اتفاق افتاد، در شیراز، در عراق. این ناآرامی‌ها در فاصله سال‌های 1372 تا 1375 با 6 اعتراض عمده در اسلامشهر، شیراز، عراق، مشهد، قزوین و تبریز ادامه می‌یابد که باید اعتراض‌هایی با دامنه‌ای کمتر در سایر شهرها را هم به آن اضافه کرد. دولت چند سالی است که مبتنی بر نسخه‌های بانک جهانی مسیر خود را تنظیم کرده و حالا این مردم هستند که نتیجه اجرای این نسخه‌ها را در زندگی خود لمس می‌کنند. نسخه‌ای که با خوشبینی به غرب و کپی برداری از الگوهای ظاهری پی گرفته می‌شد. آقای هاشمی رفسنجانی که اونقدر قرا قبلا در دوره حیات امام خمینی می اومد از عدالت اجتماعی دم می‌زد، در خطبه‌های پس از رحلت امام به کلی زیر و رو شد. اینا فکر می‌کردن که این تغییر جهت‌ها اکسیره و به صورت خود به خودی همه چیز رو درست میکنه و درکشون از مسئله آزادسازی و خصوصی سازی هم رهاسازی بود، نه که یک مدیریت اقتصادی منضبط شفاف که با برنامه این گذار رو در دستور کار قرار میده. وعده چرخیدن چرخهای اقتصاد جای خود را به سیاستهای ناکارآمد اقتصادی، ایجاد شوک در بازار، بالا بردن قیمت حاملهای انرژی و افزایش نرخ ارز داده بود. مجدداً اعتراضهای خیابانی در شهرهای مختلف شعله‌ور شد تا اینکه به دستور رئیس جمهور وقت
نظام مجبور شد با قدرت نظامی و امنیتی بحران‌های پیش آمده را مهار کند. بچه آقای هاشمی وقتی دید ستاد تعدیل داره دوال و عکس میده و مرحوم نوربخش تو جلسه دولت میگفتش که ما که میخوایم این سیاست رو اعمال کنیم باید پلیس ضد شورش رو تجهیز کنیم، با تو ما نمیدونم سپر بخریم واسه نیروی انتظامی، داره میرسم به سمت دیگه. کاری که کرد ماشین زود زد کنار، ترمز دستی رو کشید، یواش یواش دنده عقب رفت. آقای هاشمی سیاست های انقلاب رو کنار گذاشت، سیاست های سازش بقر رو جلو برد، بعد بانک ها و تأسیسات دیگه و سرمایه گذاری خارجی و فاینانس و اینها رو آورد تو کشور. نتیجهش غیر از این نمیتونه باشه، همینه که هست. یعنی تو در اداره کشور اگر به استعداد داخلی تکیه نکنی و بخوای از امکانات خارجی استفاده بکنی، قطعا دچار خسران میشی. دور دوم ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی مثل تیمی که 3 تا گل خورده بازی رفت رو، بازی برگشتن 2 تا گل عقب، هاف تایم آخر هم هستش، یه دونه گل هم نمیتونه بزنه، بنابراین تلاش میکنه که 45 دقیقه هم به خیر و خوشی تمام بشه و گل بیشتری نخوره. آقای هاشمی رفسنجانی دور دوم ریاست جمهوریش اینجوری بود تقریبا، از اواخر دوره اولش ایشون دیگه وا داده بود بهترین لغتی هستش که میتونیم به کار ببریم. مردمی که 8 سال تمام با وعده های اوغلا برای چرخیدن چرخهای اقتصاد چشم انتظار مانده بودند، حالا چشم به پایان دولت دوختند و امیدوار هستند هرچه سریعتر عمر دولتی به سرایت که بنا بود با مذاکره، تنش زدایی و پیوستن به برنامه‌های اقتصادی جهانی شرایط بعد از جنگ را بهبود ببخشد. اعتماد به حرف‌ها و وعده‌های مدعیان عقل‌گرایی و تنش‌زدایی برای حل مشکلات کشور سرانجام نتیجه‌ای را رقم زد که باعث شد مقطع پایانی سال‌های دهه 60 و دوره دولت‌های پنجم و ششم برای همیشه در تاریخ ماندگار شود و درس‌های زیادی برای امروز ما داشته.